کانال آب ری ورامین که در شرق تهران قرار دارد و از میان شهرها و روستاهای این منطقه عبور می کند، هر سال شاهد حوادث زیادی است. از سقوط کودک و خودرو تا آلودگی محیط زیستی و حتی پیدا کردن جنازه. اهالی منطقه می گویند عبور این کانال که هیچ حفاظی روی آن قرار ندارد، به راحتی جان مردم را به خطر می اندازد. در حدود یک هفته پیش دو تا جوان تو منطقه قوهه مامازن بود که تو آب همین کانال افتادن که حتی تو فیلمش داخل اینستاگرام و تو خود اخبارم نشون داد که غرق شدن. فوق العاده این کانال خطرناکه، فوق العاده بوی بد، فاضلابای این منطقه کلا داره تخلیه میشه توی این کانال، به هیچ عنوان هم حفاظ نداره. کل این کانال بدون حفاظ، هر چند وقت یه بار یه دونه جنازه داخل این کانال آب پیدا میشه، حالا تو منطقه‌های مختلف که خود آتش نشانی میان با کلانتری میان اینجا جنازه رو عذاب میکشن بیرون. فوق العاده خطرناکه، آدم میکشن میندازن توش، بچه‌ها میرن از بغلش ردشن، خدا نکرد پاشون لیز میخوره میفته توش خفه میشه. چند وقت پیش این جلوتر یه خانومی غرق شده بود. به هیچ عنوان اصلا شهرداری اقدام نمیکنه. این زمین کشاورزیایی که این آب دارن ازش استفاده میکنن، این آب فوق العاده کثیفه، چون تمام فاضلابا خالی میشه داخل آب این کانال، بعد همین آب میاد میره تو زمین کشاورزی ها، محصولش میاد دست مردم، مردم هم دارن استفاده میکنن. این آب میره واسه کشاورزی ورامین، از افسریه میاد، فکر میکنم از افسری میاد، همینجوری میره، همینجوری سهمیه بندی کشاورزا ازش آب میگیرن و دیگه فکر نمیکنم این آب واقعا واسه کشاورزی خوب باشه. همین محدوده غیر از عباس‌آباد قبل و بعدش دیگه کجا هستن؟ یه خاورشهر هست، قاسم‌آباد هست، محمود‌آباد هست، غنی‌آباد هست. این کانال میره تا ورامین، میره تا عرضی ورامین میره. بعد همه اینا فاضلابشون میرزه توی این کانال؟ بله بله، چند تاشون میرزه. من یکی از دوستام کشاورز سمت ورامین میگه ما این آبو که استفاده میکنیم، یه موقعی دستمون رو میکنیم توش، کعیر میزنه دستمون. و وای به حالی که اون مسئول میخواد به دست بیاد و برسه به دست مردم. کانال در گذشته آب خیلی تمیز و زلالی داشت. از اون موقعی که پساب و به قول افتن فاضلابا رو توش دارن میریزن، واقعا آب کثیف به صورتیه که شبا اینجا انقدر پشه جمع میشه که ماشین از اینجا رد میشه، شیشه‌هاش پر پشه میشه. فقط تازگی ها داده یه مقداری از منطقه خاورشهر رو جدول گذاشتن، اونم فقط بکنم خود مردم این کار رو انجام ده، وگرنه فوق العاده خطرناکه، اصلا هیچ جاش حفاظ نداره. بهتره که یا بره زیر زمین یا روش پوشیده بشه، واقعا سخت شده، ماشینا میان میافتن توش. این کانال ها در دهه 50 و اوایل 60 در محدوده مراکز جمعیتی مانند قیامدشت و پاکدشت به صورت روباز ساخته شد. با رشد جمعیت و گسترش شهرها و روستاها در حاشیه تهران، مراکز جمعیتی به کانال های انتقال آب نزدیک شدند. اسفند سال گذشته جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، اعلام کرده بود که آب منطقه‌ای موظف شده پیمانکار ایمنسازی کانال آب ری ورامین را معرفی کند و تا 4 ماه آینده این کانال سرپوشیده شود. این وعده تا امروز انجام نشده و در این مدت 2 نوجوان جان خود را در این کانال از دست دادند. غرق شدن در آب این کانال که عمق کمی هم ندارد و با آب آن زمین‌های کشاورزی ورامین، ری، قرچک، پاکدشت و پیشوا آبیاری می شود، هر سال قربانی می گیرد. شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین 750 کیلومتر کانال اصلی درجه 1، درجه 2 و کانال فرعی دارد. طبق آنچه شرکت آب منطقه‌ای می گوید، هر سال به طور متوسط نزدیک به 200 میلیون متر مکعب آب کشاورزی از سد ماملو و تصویه خانه جنوب تهران از طریق شبکه آبیاری و زهکشی ورامین برای کشاورزی استفاده می شود. محسن منصوری، استاندار تهران، درباره اقداماتی که برای ایمنسازی این کانال انجام شده، گفته است که با توجه به تأمین مالی 20 میلیارد تومانی به عنوان سهم فرمانداری ری برای ایمنسازی این کانال، فرآیند اجرایی آن آغاز شده است. بر اساس توافقنامه‌ای که میان استانداری تهران، آب منطقه‌ای و شهرداری تهران انجام شده، ایمنسازی بخشی از این کانال که در محدوده مسکونی بوده و نیاز به سرپوشیده شدن و ایمنسازی دارد، به زودی انجام خواهد شد.